دوستان و یاران همدل سلام، من محمد وجدانی هستم و شما را به تماشای این کلیپ دعوت میکنم. با لایک و عضو شدن توی کانال از ما حمایت کنید. چند سالیه که جنبش میتو هر از گاهی خبرساز میشه. هدف این جنبش اینه که تجاوز و آزار جنسی به ویژه در محیط کار رو افشا و محکوم کنه. اولین بار هاروی واینستین، تهیه کننده آمریکایی، هدف این جنبش قرار گرفت و ترونا برک، فعال اجتماعی اهل نیویورک، هشتگ میتو رو تو شبکه اجتماعی مایسپیس به کار برد و در ادامه آلیسا میلانو، بازیگر آمریکایی، از بقیه خانمای قربانی آزار جنسی درخواست کرد تا با همین هشتگ تجربیاتشون رو در توییتر با بقیه به اشتراک بگذارن. خیلی برام جالب بود. این جنبش و آگاهی رسانی گروهی درباره یک متهم موجب افشاگری ها و دادخواست هایی شده و برخی هم نظرشون اینه که خیلی ها از این جنبش برای تسویه حساب شخصی استفاده میکنن. Yes, that's right. یه بار مرور کنیم ببینیم ترانا برک چی شد که میتو رو راه انداخت. ترانا گفته که در آلاباما و در یک سازمان مرتبط با جوانها کار میکرد. یه روز یه دختر 13 ساله اومد و خواست باهاش خصوصی صحبت کنه. اون دختر 13 ساله توی اون صحبت خصوصیش به ترانا گفت که مورد خشونت جنسی قرار گرفته. ترانا چون اون لحظه آمادگی کمک به اون دختر رو نداشته، اون رو ارجاع میده به یکی دیگه از همکاراش. بعد یه مدت ترانا با خودش میگه کاش دوباره اون دختر رو ببینه و بهش بگه که آزار جنسی دیدی؟ منم همینطور. اما اون دختر دیگه تو اون سازمان آفتابی نشد. آلیسا، آلیسا، جنگلی آلیسا، هی، کلاه کاپیتان افتاد تو دریا، هی. 15 اکتبر سال 2017، آلیسا میلانو، بازیگر آمریکایی که تو فیلم کماندو هم بازی آرنولد بود، یک کمپینی را انداخت و گفت خانوم لطفاً اگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتین یک کلمه، نه دو کلمه، تو توییتر بنویسید می تو، یعنی من هم. اینطوری میتونیم نشون بدیم که این مسئله فراگیره و بلکه یه راه حلی براش پیدا کنیم. If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. کاری که تارانا شروع کرد به خاطر اینکه پرده از سوء رفتار یه تهیه کننده آمریکایی به اسم هاروی واینستین برمی‌داشت، به اثر واینستین هم مشهور شده و به یه موج جهانی اشاره می‌کنه که طی اون مردم به صورت داوطلبانه دست به دست هم میدن تا از رفتارهای نادرست عمدتاً جنسی مردای مشهور و قدرتمند پرده بردارن. شاید بخواین بدونین آقای واینستین چه فیلمایی ساخته. چشم، اسم چند تا از فیلماشون رو براتون میگم. سکس، دروغ و نوار ویدیویی. ببینین اسم فیلماش هم داستان داره. لاس زدن با فاجعه. این هم باز یک کمی داستان داره. داستان عامه پسند یا همون پالپ فیکشن خودمون که تارانتینو ساخته و در سال 1994 یه اتفاق قشنگ براش افتاد. چی؟ نخل طلا گرفت تو کن، اسکار گرفت تو منهتن. منهتن نبود البته، به خاطر قافیهش گفتم منهتن. گوشت با من هموطن؟ دیگه از فیلم های واینستین اگه بخوام براتون بگم، باید براتون بگم که هاروی در سال 1999 به همه اعلام کرد که شکسپیر عاشق شده و فیلم شکسپیر عاشق رو ساخت که اون هم اسکار گرفت. Dream on, Will. I heard you were a poet. I was a poet till now. Shakespeare! My heart belongs to you, but I will marry Wessex a week from Saturday.
for one kiss, I would defy 1,000 Wessexes. فیلم خیلی ساختن. ارباب حلقه ها، جیق، دراکولا و غیره. هر چقدر که فیلم ساختن، همون قدم ظاهرن کار بد کردن متاسفانه. اتفاقا یه فیلم هم ساخته بودن به اسم رسوایی که اون هم راجع به رسوایی جنسی یه سری از رئیس رؤسا بود. آ خدا، به همین امامزاده که برادر امام چندونه؟ آقای امام رضای غریبی، امام هشتون. همون. یه حالی به این حاجی ما بده در حد بنز. الله حافظ. نه، این رسوایی منظورم نبود. رسوایی خارجی منظورم بود. Love Steven. It's the only man I've ever loved. Not you. They put this. خلاصه آقای تهیه کننده همچنان مشغول تهیه کنندگی بود که بحث اتهامات جنسیش به میون اومد و این اتهامات باعث شد که از شرکتی که با داداشش تأسیس کرده بود اخراج بشه. برادر به برادر رحم نمی کنه. آره، از آکادمی علوم و هنرهای سینما هم عذرشو خواستن و بیشتر از 80 تا خانوم اومدن وسط که هاروی ترتیبی داده بوده که ترتیب اونها رو هم بده و خلاصه کار بالا گرفت و علاوه بر خود هاروی خیلی از مردای قدرتمند دیگه هم در ادامه این جنبش از کار برکنار شدن. خود هاروی هم در سال 2020 به خاطر 5 تا اتهام به دادگاه نیویورک رفت که 2 تا از اتهامات تأیید شد و 23 سال حبس هدیه رئیس دادگاه به آقای تهیه کننده بود. ایشون همچنین تو کالیفرنیا هم دادگاه داشته که فعلا به خاطر کرونا عقب انداختنش. با جنبش میتو در جهان آشنا شدیم. بریم یه سری هم بزنیم ببینیم جنبش میتو در ایران به چه شکل شروع شده و چطوری ادامه پیدا کرده. جنبش میتو در ایران از تابستون 99 و توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر شروع شد. این جنبش در ایران یه مقدار جنجالی شد به خاطر اینکه خب جامعه ایران، فرهنگ ایران نسبت به چنین جنبش‌های شاید خیلی آمادگی نداشت. در ایران اسم چند نفر در این جنبش بیشتر بر سر زبون‌ها افتاد که میتونیم به کیوان اماموردی، آیدین آقداشلو، محسن نامجو و سعید طوسی اشاره بکنیم که خیلی از اینها این اتهامات رو رد کردن. اما این چند روزه دوباره جنبش میتو در ایران بر سر زبون‌ها افتاده. در روزهایی که آبادان با مصیبت فرو ریختن متروپول دست و پنجه نرم می‌کنه و نوید محمدزاده و همسرش در کن لب‌های همدیگر رو می‌بوسن، خانم کتایون ریاهی با انتشار عکسی از خودش در صفحه اینستاگرامش اینطور نوشت: این عکس مربوط به 25 سال پیشه. اون سالا آقای داوود رشیدی ریاست هیئت مدیره خانه سینما و آقای پورصمیمی دستیار یا معاون بودن. من توسط همکاران خودم و در خانه سینما به اتهامات واهی، بازجویی و مؤاخذه شدم. آقای پورصمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود با سوء استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد. روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم. هنوز پس از 25 سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافته و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشود، اگر اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشند، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می کند. قضیه اونجا جالب میشه که آقای پورصمیمی هم این روزها در جشنواره کن حضور دارن. حالا این وسط اتفاقات جالب دیگه هم افتاده. بعضی از هنرمندان، بازیگران، هواداران با خانم ریاهی همدلی و همراهی کردن و بعضیاشون هم نظر دیگه ای داشتن. حتی کسانی بودند که با جنبش میتو در ایران همراهی رسمی کردند ولی الان ترجیح دادن که همراهی رسمیشون رو پس بگیرن اگر امضایی کردن قبلا
اون رو پس بگیرن. از جمله خانم مستان مهاجر وقتی دید زهرا امیر ابراهیمی که این روزها در جشنواره کن حضور داره از عشقش به تمام مردم ایران گفته، حتی اونها که زندگیش رو نابود کردن و همه رو بخشیده، در یه پست اینستاگرامی اینطور نوشت که چه کسی بیشتر از او آزار دیده بود؟ به اصطلاح میتوی تر از او در سینما کیست؟ او در حالی که معتبرترین جایزه بازیگری را در دست داشت، عشق را میان همه مساوی کرد و گفت عاشق تمام مردم ایران هستم، حتی آنها که زندگیم را نابود کردند و همه را بخشید. دیشب برای من درس بزرگی شد و یک بار دیگر یادآور این نکته بود که صبر و صداقت فقط رنج نیست، بلکه رشد و صیانت هم هست. و همچنان دیدم که توفیق و جایزه ها همیشه با نقشه و سیاست به دست نمی آید. برای من دیشب این معصومیت بود که گوی سبقت را از ماجراهای شخصی می رو بود. قرار ما این نبود. می پنداشتم این فعالیت مدنی و راهی که به آن پیوستم اهرمی است برای توقف آزار و تعرض به زنان جامعه. نه بدنام کردن و فروپاشی روح و روان افراد. آن هم فقط سینما. ولی مدتی است می‌بینم این اقدام مهم اجتماعی با روش غلط به ضد خودش دارد تبدیل می‌شود و در این میان این فقط سینمای ماست که مورد هجوم بی‌وقفه قرار گرفته است. شاید نمی‌توانم به درستی احساسم را بگویم، اما این را می‌دانم که به دلایلی با روش شما نه با اهدافمان در تعارضم و فکر میکنم دیگر برای جمع 800 نفری شما مفید نیستم. ترجیح میدهم در وقتی دیگر با راهکاری خردمندانه تر دور از هر گونه خشمی به این راه بپیوندم. از این رو امضای خود را از شما دوستان پس میگیرم. مستانه مهاجر. حرفای خانم ریاهی واکنشهای رو برانگیخت. از جمله وکیل آقای پورصمیمی گفتش که من با آقای پورصمیمی صحبت کردم و ایشون گفته که آره، اگر معنی اخراج خانم ریاهی از خانه سینما معنی تعرض میده، آره من تعرض کردم. و گفتن که ما شکایت میکنیم از خانم ریاهی. یه واکنش دیگه هم این بودش که خانم بود اسمش، یه واکنش دیگه هم از جانب خانم لادن طباطبایی اتفاق افتاد. ایشون یه استوری گذاشت توی اینستاگرامش و نوشت همچین اتفاقی برای من هم افتاده بوده و ظاهرن که اون سالا رویه اینجوری بوده. خانم طباطبایی در ادامه یه لایوی رو هم برگزار کردن و توضیح دادن که قضیه دقیقاً چی بوده و منظور از تعرض و تعرض کلامی چی هست. به نظر میاد که خیلی از دوستان متوجه نیستن که خشونت جنسی یا به عبارتی سکشوال هراسمنت چه در واقع مفهوم بزرگیه و شامل چه جور چیزهایی میشه. خشونت جنسی به غیر از تماس فیزیکی و در واقع فشار به ارتباط جنسی شامل تعرض کلامی هم میشه. تعرض به معنی هر گونه در واقع فرد رو در موقعیت فشار قرار دادن به لحاظ جنسیتی، با استفاده از مقام، با استفاده از سن بالاتر، با استفاده از احترامی که شخص به اون شخص در واقع فرادست داره، از این سو استفاده کردن، به اینها میگن تعرض. واژه دیگه ابیوز هست. ابیوز به معنی سو استفاده و تجاوز به حقوق کسی، فقط جنسی و تماسی نیست، میتونه هیچ برخورد فیزیکی صورت نگیره. واژه دیگه اینسالت هست. اینسالت به معنی بی احترامی، خوار کردن، توهین. به عنوان مثال شخصی که در مقام سن بالاتری قرار داره و بهش به اصطلاح فرادست میگن، در مقابل فردی که در مقام سن و توانایی اجتماعی پایین‌تری قرار داره که بهش میگن فرودست، از موقعیتش استفاده کنه، فشار روانی، تحقیر، توهین، تهدید کردن، استفاده از ادبیات جنسی، حرکاتی که تداعی اعمال جنسی داشته باشه و همه اینها میتونه بدون هیچ گونه برخورد فیزیکی
فیزیکی صورت بگیره. به فردی که اینجور حرکات ازش سر میزنه آزارگر میگن. این رو فراموش نکنیم که تعرض تنها تعرض جسمی و فیزیکی نیست، تعرض کلامی هست. میتونه آسیب روحی که به آدم میزنه تا سالها میتونه به آدم باشه. خانم طباطبایی، کمی از خودتون برامون بگین چی شد که وارد سینما شدین؟ سال 73 من فارغ التحصیل رشته تئاتر بازیگری شدم و از سال 70 هم کم و بیش تو فعالیت‌های حرفه‌ای حضور داشتم. اولین جایزه‌ای هم که گرفتم جایزه تئاتر، بازیگری تئاتر بود از جشنواره تئاتر فجر، جشنواره سراسری تئاتر فجر سال 12 شک اشتباه نکنم. این جایزه رو من سال 72 گرفتم از دست آقای انتظامی و حالا بعدم که به هر حال بعد از فارغ التحصیلی هم جذب کارهای حرفه‌ای شدم. به سرعت به هر حال پیشنهادات کاری که داشتم و قبول کردم و فعالیت کردم یه مقدار با توجه به اون سالها سریع محسوب می شد و به هر حال تو بازار کار حرفه‌ای قرار گرفتم. اولین ارتباطی که با خانه سینما داشتم سال 75 آقای پور صمیمی من رو احضار کردم به خانه سینما. اون موقع من سر سریالی بودم به نام فرزندم بزرگ شده به کارگردانی آقای غلامرضا رمضانی و فردی که اونجا بود آقای احمد ساکت به عنوان طراح صحنه و لباس، که حالا بگذاریم اصلا وارد فضای اون دوره فیلم برداری نمیشم. ایشون آقای پور صمیمی من رو خواستن به در واقع دفتر خانه سینما. من اونجا رفتم در خیابان سمنان و ایشون من رو به یه اتاق هدایت کردن. بیرون در گفتن کسی در رو باز کنه و رفتم تو و روی یک صندلی من رو نشوندن. خودشون هم یه صندلی مقابل بود و به دلایلی که من هرگز نفهمیدم چرا، ولی خب به طور مداوم خودم رو مقصر دونستم بابت چیزی که اصلا نمیدونم چیه، رفتار ایشون رفتاری بود که به هر حال با یک، حالا نمیدونم چه واژه‌ای باید به کار ببرم، با یک به هر حال زن به هر حال موقعیت خیلی بد و اینا چنین رفتاری با من داشتم و من اولین بار بود تو عمرم با چنین رفتاری مواجه می شدم. با توجه به احترام و شناختی که براشون داشتم و برایشون استاد خودم می دونستم بسیار خب احساس این که دائم در سعی می کردم پیدا کنم من چی کار کردم، چه حرکت زشتی کردم که اینجوری شایسته این برخورد هستم. ایشون شروع کردن مثال های جنسی و ارتباط های جنسی زدن که خب ببینید من اون موقع یک زن جوان بودم، تازه وارد این محیط سینما شده بودم، عاشق بازیگری بودم، هنوز هم عاشق بازیگری هستم و تو خانواده بسیار فرهنگی بزرگ شدم، دو تا خواهر بودیم، خیلی در واقع محیط بیشتر بسته و در واقع خیلی موجه و دیگه میدونید منظورم چیه احتمالا، تو اون شرایط بزرگ شده بودم. برای دانشگاه هم رفته بودم، دوست نداشتم که بدون پشتوانه علمی اون کاری که بهش عشق دارم آغاز کنم. هر حال اون لحظه که اونجا بودم و حرفایی که ایشون به من زد و من تا سعی میخواستم صحبتی کنم یا چیزی بگم، اصلا هیچ وقت نفهمیدم مسئله سر چیه، ایشون پوزخند میزد و یه نگاهی میکرد میگفت ببین ما که میدونیم تو دنبال چی، ما که ببین، اصلا نمیتونم بهتون بگم که تو چه فشار روحی روانی من قرار گرفتم. هیچ گونه تماس فیزیکالی نبود، این رو من تایید میکنم و ازتون خواهش میکنم این رو در نظر بگیم. مفاهیم رو درک کنید، تا مفاهیم رو درک نکنید نمیتونید در واقع حتی شنونده خوبی باشید. و این قضیه به هر حال به شکلی که حالا دیگه نمیخوام خیلی این قضیه رو باز کنم، ولی من با یک احساس گناه از نمیدونم چی
از اونجا خارج شدم، یادمه یک ساعت بیشتر من تو خیابون‌های اطراف راه می‌رفتم و گریه می‌کردم. سعی می‌کردم بفهمم من چه گناهی مرتکب شدم، چه اشتباهی کردم. من هیچ راهی برای این مسئله پیدا نمی‌کردم. ولی خب چیزی نبود که بتونم با کسی در میون بذارم. به هر حال به جز یکی دو نفر از دوستان خیلی نزدیکم که اتفاقا چند روز پیش یکیشون به من یادآوری کرد که من یادم تو گفتی، برام تعریف کردی اون موقع. من فکر میکردم این قضیه فقط برای من اتفاق افتاده. سالیان سال، شما حساب کاری از سال 75 تا الان، دهه 70، دهه 60 و 70 با الان خیلی متفاوت بود. چیزی به نام نمیدونم موبایل و دوربین و ضبط کنیم و بگیریم و ببندیم و این برنامه ها نبود. و من از طرف یک نفر که نماینده خانه سینماست مورد مؤاخذه بابت چیزی که یعنی حتی تفهیم اتهام نشدم که آقا مشکل چیه؟ من نمیفهمیدم مشکل چیه، کسی، چیزی، حرفی. اگر من بعدا که به این قضیه فکر کردم، فکر کردم خب چقدر خوب میشد که یه نفر دیگه هم بود از خانه سینما، مثلا یه چیزی مثل یه هیئت، خب میشستن اول مثل یه دادگاه تفهیم اتهام میکردن، خانم فلانی تو این کار کردی، اون کار کردی، اون کار کردی، حواست باشه مثلا دیگه، نهایتش این بود دیگه. ولی من با یک احساس طرد شدن و احساس گناه نامعلوم سالهام رو گذروندم. من هیچ وقت دلم با خانه سینما صاف نشد، هیچ وقت خانه سینما رو خانه خودم ندونستم، هیچ وقت صنف بازیگران صنف من نبود. من 20 خورده سال بازی کردم با شرافتم و با آبروم و حتی یک لبخند، حتی یک ریال پول من خرج موقعیت بازیگریم نکردم، هیچ گونه رانتی استفاده نکردم، هیچ ارتباطی استفاده نکردم و با شرافت راهم رو ادامه دادم. ببین مسئولیت داشتن خیلی دین بزرگیه. مجموعه رو دارید معرفی میکنی چون مسئولیت تو خیلی سنگینه. اینجوری نیستش که مثلا حالا این دختر اومده، حالا تازه اومده، نمیشم خیلی هم بیام بشین گوششو به مالی، بعد مثلا داری زرجش میدی، مثلا اون داری گریه میکنه، اون احساس حقارت میکنه، هی داری سعی میکنه، بعد تو نشخند داری بارا که ما که میدونیم تو میخوای چی کار کنی که معروف بشی. این درست نیست، این هیچ وقت درست نیست. من چیز دلیل این که و این اثبات بر اینه که من دنبال انتقام جویی نبودم، خیلی مسائل هست که خیلی خیلی زودتر میتونستم بگم و هنوزم میتونم بگم ولی نمیگم، برای اینکه فکر کنم چیزایی بوده که مربوط به من بوده، گذشته رفته، یعنی تحمل شخصیم بوده، خودم تحمل کردم، خودم رو ساختم یا نساختم، دچار عقده شدم یا نشدم، این مسئله شخصی منه. ولی وقتی که از یک نفر خارج میشه و فقط من نیستم، دیگه قضیه تغییر میکنه. دوست عزیز گفتن که مسائل رو شخصی نکنین، دشمن درست نکنین. مثلا من نمیدونم چه دشمنی ممکنه درست کنم به شخص واسه خودم باشه، من اومدم دشمن باشید، دشمن درست نکنیم، مسائل رو شخصی نکنیم، نه شخصی نیست، با روانشناس صحبت کنیم. ممنون از توصیه‌تون، حتما من به توصیه شما دوست عزیز عمل میکنم، با روانشناس صحبت میکنم. و اینکه مواظب سوء استفاده افراد سوجو باشین، مثلا هم اینو بیان میکنن، مواظب سوء استفاده افراد سوجو باشین. خب یه نگاه میکنیم ببینیم کی داره حرف میزنه، آیا اینی که داره حرف میزنه الان مثلا دو روز اومده بازیگر شده، مثلا یه دختر 25 ساله است، حالا تازه میخواد بازیگر بشه و داریم آه این به من اینو گفت، حالا مثلا که مطرح بشه و اینا، آخه یه ذره آدم فکر میکنه آقای اسدیان عزیز کی داره حرف میزنه. خانم طباطبایی، نظرتون درباره فساد در سینمای ایران چیه؟ سینمای ایران بسیار شریفه،
این مسئله فساد در سینمای ایران و اینا که همه فوری منتظرن اینو بکنن تو بوخ، اینجوری نیستش که شما بگین همه پاکن و موجه و مثلا سینما از همه بیشتره. نه عزیز من، سینما تو ویترینه، بازیگر تو ویترینه، سینما پر از انسانهای شریفه، سینما خیلی ستم دیده، سینما خیلی سختی کشته. اما اینجا این بحثی میاد، بحث میتو میاد وسط. یه عده جمع شدیم، یک جنبشی رو راه انداختیم، امضا کردیم. قرار برای این نیست که ما بگیم مثل دوستی که گفتن ما این جنبش سینماگران زن رو راه انداختیم که بگیم مثلا ما در صدریم، خب شما زنهای مثلا تو محیط‌های دیگه هم اگر آزار دیدیم بگید. نمیشه ما این حرکت شروع کنیم بعد بگیم آخ ترکشش به ما نخوره. نه، همچی چیزی امکان نداره. اول ترکشش به خودمون میخوره. وقتی ما جلوی صف هستیم باید توانایی اینو داشته باشیم که بپذیریم که آقا جون تو خود ما هم یک همچی اتفاقاتی میفته. اینجوری نیستش که ما همه خب استادمه، بزرگمه، خب سالها براش احترام قائلم، من چنین چیزی ازش ندیدم، ولی خب کسایی هستن که دیدن. تا زمانی که من تنها بودم، من تا همین هفته پیش فکر میکردم این قضیه فقط برای من اتفاق افتاده. حالا هزار و یک فکر میکردم خب ایشون از من اصلا از اول خوشش نمیومده، میخواست من اذیت کنه، یا مثلا هزار و یک فکر میکردم. ولی وقتی خانم ریاهی یه همچی چیزی رو مطرح کرد، من یهو جا خوردم، فکر کردم اه پس من تنها نبودم. و خیلی جالبه شما نگاه کنید، دو تا بازیگری که از بازیگری سالهاست فاصله گرفتن میان اینو مطرح میکنن. ولی ببینید وقتی ما راجع به آزار سیستماتیک صحبت میکنیم چی میگیم؟ ما قضیه آزار سیستماتیک این نیست که این سیستم در سینما فقط پیاده میشه. نه عزیزان من، تک تک ما، اغلب زنها، ولی نه فقط زنها، مردها هم آزار دیدن. من خودم به شخص شاهد خیلی آزارهایی نسبت به مردها بودم که به خاطر گرفتم، به خاطر رسیدم به موقعیتی که میخوان، مجبور شدم باج بدن و آدم ها واسطادن که ازشون باج بگیرم. فقط در سینما نبوده، در همه جا، در همه جا. من خودم از 14 سالگی میتونم بگم که انواع اقسام آزار رو مثل همه تجربه کردم. ولی نمیتونیم بگیم چون مثل همه پس اون ناچیزش کنیم. نه عزیز من، ناچیز نیست. هیچ کس نمیتونه آزاری رو که یک فرد دیده به لحاظ روحی، روانی و جسمی، نمیتونه بگه خارش کنه، خفیفش کنه. نمیتونه برگرده بگه که یارو طرف میاد مثلا شکایت میکنه میگه این به من گفت بوس. عزیز من، آره الان شاید گفتن بوس زیاد مسئله نباشه، ولی مثلا سال 70 بابت اون که یکی گفته بوس میتونستن بگیرن ببرنش. بعدم کجا اون یار طرف مثلا به اون طرف میگه بوس؟ مثلا فرض کنید تو دفتر رئیس مثلا کارمندش رفته مثلا رئیس بگه بوس. خب این عزیز من، این تعرضه. یه مطلب دیگه که باز این وسط هست، مسئله اینه که دوستان میگن که مدرک محکمه پسند، مدرک محکمه پسند در مورد آزار حتی تو همه دنیا در واقع یک مسئلهیه که داره در واقع یه شکل دیگه به قضیه آزارها نگاه میشه. من مثلا به عنوان آدم که الان 55 سالمه، 9 سال 10 سال از بازیگری کناره گرفتم، اصلا از ایرانم خارج شدم، 8 سال ایران نیستم. من الان میام حرف میزنم، حرف من با حرف کسی که مثلا حالا رسیده به شما آقایی یا خانومی که توی سینما هستی و بهت میگه که این مثلا به من تعرض کرد، حرف من با اون یکیه؟ من اعتبار و سابقه کاریم و شرافتم رو دارم میذارم وسط، دارم حرف میزنم. بعد یا مثلا دوست 30 ساله، دوستی که 30 ساله ما از وقتی که سلام علیکم تو تئاتر گفتیم با هم آشناییم، برمیگرده میگه که چیز دلیل و مدرک باید بگیم وگرنه همه شروع میکنن تعرض کردن، همه شروع میکنن ادعای تعرض کردن و جف و هم میخوره. و نمیتونیم ما بایستیم بگیم که آقا جون هیچ کسی چرفی نزنه، چون کسی قرار نیست اوخ بشه. یه آدم های خاصی توی قاب بذاریمشون کنار که اینا قرار نیست صدمه بخورن. نه، همچی چیزی نیست. آزارگر آزارگره.
وقتی که شما با یک آزارگر مواجه میشید، در واقع چند تا شیوه دارین، چند تا روش دارین وقتی برای مقابله با فرد آزارگر. اولین شناخت آزاره. من خودم به شخص اون زمان آزار رو نشناختم. اولا که اصلا اون موقع اون ذهنیت وجود نداشت، تعرض فقط تجاوز بود، یعنی که مثلا حالا طرف رو به زور به فشار مثلا مجبور کنن به عمل جنسی، به اون میگفتن تعرض. اصلا اینقدر مطلب باز نبود. آزار اول تشخیصشه، بعد برخورد قاطعه. برخورد قاطعه مثل این که اعتراض کنه طرف، و یا اگه تو اتاقیه اتاق رو ترک کنه، که اون هم برای من اصلا، من همش تمام مدت اونجا با احساس گناه خورد و خمیر و خاکشیر نشسته بودم، اینجوری فقط نگاه میکردم و پوزخندای ایشونو تا دهنم واز کردم یه چیزی بگم، میدونی خودت من چی میدونی. یعنی این تیپ رفتارها، اینها آزارگریه. بعدش مرحله سومش صحبت کردن در مورد آزاره. شما میخوای صحبت کنی، با کی میخوای صحبت کنی، با کی میخوای؟ مثلا آقای اسدیان میفرمایند که اگر مطلبی هست بیاین با خانه سینما در میون بذارین و این مسئله رو خصوصی حل کنیم. اولا که خانه سینما خودش مرکز این قضیه بوده، یعنی این تعرض توسط یک شخصی که در زمان صاحب اختیار در خانه سینما بوده انجام گرفته. من یک زن 25-6 ساله بیوه که به هر حال تازه وارد این مطلب شدم، با کی میرفتم حرف میزدم؟ کسی اصلا من آدم حساب نمیکرد. یه واقعیته، وقتی شما تازه راه رسیدی توی محیطی، توی کاری، توی یک حرفه‌ای، شما میتونی در برگردی بری بگی مثلا، حتی به همکارات نمیتونی اینو بگی، بگی که این به من اینجوری گفته، این به من اینجوری تعرض کرده، یا چنین مثلا پیشنهادی داشته، یا مثلا هرچی کلامی در واقع فیزیکی هرچی. این اصلا کار راحتی نیست. این به خاطر همینه که این جنبش وجود داره. اینجوری نیستش که ما بگیم که خب مثلا می اومدی خب تو خانه سم، نه عزیز من، ایشون کاری کرد که من دو پا داشتم، دو پام قرض گرفتم، ده برو که رفتی. تا سالها من اصلا پامو خانه سینما نمیذاشتم، بعدم که میرفتم همیشه اون احساس ناامنی با من بود، فقط به خاطر یک شخص، فقط به خاطر یک نفر. ولی این مسئله که روح و روانم تأثیر گذاشته بود و شما نمیتونید خار و خفیف کنید، نمیتونید بگید حالا یه چیزی. یا یکی از دوستان قدیمی و نزدیکم که همین چند روز باش حرف زدم، میگفت با خنده، گفت حالا که گذشته تو هم بگذر دیگه، حرفشو نزن. خب ببین، این یه تناقضه. یا مثلا میگن که اسمی از فرد آزارگر نبریم. خب اگه اسمی نبریم اصلا برای چه اصلا حرف میزنیم؟ اسم نبریم. خانم طباطبایی، حالا چی شد که الان به فکر مطرح کردن این موضوع افتادین؟ من میگم تا هفته پیش من حتی نمیدونستم که من تنها نیستم. یه مسئله بود مخصوص به من، مثلا فکر میکردم حالا میگم اشکال از منه، یه چیزی که من نمیدونم. بعد میگن چرا الان بعد از سالها سکوت، فکر کنم تو صحبتام تا اینجا بهش اشاره کردم، چرا الان مثلا من نمیفهمم، زمان بندی داره؟ دارم میگم من تا الان فکر میگم فقط منم، ولی بعد میبینم که نه، کسی دیگه هم هست با سابقه نزدیک به من، با شرایطی نزدیک به من. و من با خانم ریاهی فقط چند کلمه در حد چت تو دایرکت اینستاگرام با هم چت کردیم که میبینی چی همین، در این حد. و چرا الان برای اینکه وقتی که در واقع صحبت جنبشی میدو شده، امضای 800 تا سینماگر زن رو داریم که حالا مثلا فرض بگیرید 50-60 تاش انصراف بدن، فرقی نمیکنه. من تا همین هفته پیش فکر میکردم این قضیه فقط برای من اتفاق افتاده، حالا هزار و یک فکر میکردم، خب ایشون از من اصلا از اول خوشش نمی اومده، میخواست من اذیت کنه، یا مثلا هزار و یک فکر میکردم. ولی وقتی خانم ریاهی یه همچین چیزی رو مطرح کرد، من یهو جا خوردم، فکر کردم من تنها نبودم. و خیلی جالبه، شما نگاه کنید، دو تا بازیگری که از بازیگری سالهاست فاصله گرفتن میان اینو مطرح میکنن.
خانم طباطبایی، چرا بعضی از سینماگرا امضاشون رو پس میگیرن؟ خب این به نظر من نشان دهنده اینه که آدم یه مقدار یا نمیدونه قضیه چیه، نمیدونی وقتی یه جنبش رو شروع کردی ترکشش به خودت هم ممکنه بخوره، یا به هر حال دلایل دیگه دارن، یا با رأس قضیه مشکل دارن یا با هدایتش مشکل دارن، به هر حال اون دیگه به خودشون مربوطه. بعد دوست عزیزی گفته بیایم با دلیل و مدرک اینا رو رو کنیم و به دامن رنگارنگ عدالت بسپاریم، و من متوجه نشدم دامن رنگارنگ عدالت کجاست، چیه؟ من یا نمیدونم چیزایی تغییر کرده تو این مدت که مثلا چی منظور رو نمیفهمم. قوانین مردانه که فقط برای مرد هاست، و یا مثلا فرض بگیر وقتی سر صدای ایجاد میشه، الان یکی از ترسای من بابت این قضیه که من رو نگه میداش این بود که الان بدنه آماده به صدمه خوردن سینما که صدها نفر آدم شریف دارن توش فعالیت میکنن، بابت یک نفر میتونه به لرزه بیفته، یا دو نفر یا سه نفر یا ده نفر، و ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. من طی سالیان کارم با آدمهای شریف بسیاری آشنا شدم و بسیار محترم، بسیار شریف، و زندگی‌های زیادی گذرانش بسته به سینمای ایرانه. این رو در نظر بگیریم، سینما ایران تنها گناهی که داره اینه که تو ویترینه. این چیزها توی همه محدوده ها هست، تو دادگاه ها هست، تو دانشگاه ها هست، تو مراکز درمانی هست، چیزایی که من اینایی که اسم میبرم خودم به شخصه تجربه کردم، اینا چیزایی نیستش که مثلا بگم صرفا شنیدم، نه، چیزایی که داریم میبینیم مشخصه، مهرزه، یک فرهنگ تهنشین شده است که ما میخوایم سعی کنیم این رو تغییر بدیم، و صرفا برای مردها نیست، صرفا مردها آزارگر نیستن، زنان آزارگری بسیاری هم هستن. زنی که سکوت میکنه و وای میسه که شوهرش نسبت به کسی دیگه آزارگر باشه، فشار بیاره بهش، اون هم در واقع آزارگره. به خاطر چی؟ به خاطر منافع خودش، به خاطر مثلا زندگی خودش، به خاطر هرچی. ما میخواییم از این فرهنگ پرهیز کنیم، ما میخواییم بگیم که بیایم صحبتمون رو مشخص بگیم. اگر که مثلا میبینیم دو نفر دارن نسبت به یک شخصی که حرف یکسانی رو میزنن، مجال بدین حرف بزنن، نریزین سرش که آی وای اصلا کی میگه، کی گفته. آقای حسینی نامی مجری، امروز صبح یه چیزی شنیدم، یک آدم بی‌ادب لومپن، مثلا معلوم نیست چی داره میگه. حرف مجبور نیستین حرف بزنین، حتما کسی نمیگه که لالین اگه حرف بزنین، حرف نزنین کسی نمیگه شما لالین. یه اتفاقی رو تو فضای مجازی میتو از بانوان گرانقدر و هنرمندان نازنین ایران زمین میبینم. شما حساب بفرمایید 20 سال پیش خبطی کردن و امروز به اشتباه با افتخار میگم میتو. سروران میتو، هر عزیزانی که هستید، میدونید که اولین خیانت و اولین خائن این سرزمین شما بودید. چرا؟ چون همون روز با بله گفتن به آدمهای ظالمی چون حسینی، در حقیقت جای سروران دیگری رو گرفتید که بله نگفتند و پای این کار نایستادند. اون سروران با اون هنر اوج شدند و این میتوها به زور اومدن سینمای ایران رو گرفتن. به نظر من اون روز که قرار بود با بله نگفتن از شهرت و ثروت و محبوبیتتون هیچ خبری نباشه، اون روز پای این قصه مردانه می استادید. دوست عزیزمونم باز گفت که مسئله رو به انتقام جویی تبدیل نکنید، اسم برده نشه، خصوصی تر مشکلات رو حل کنید. من مشکلی الان ندارم، من سالهاست دیگه مشکلی ندارم، من زندگیمو کردم. من اون قضیه به من یاد داد که فقط روپای خودم واستم و حفاظت از خودم رو خودم به عهده بگیرم. اما من به آدمایی فکر میکنم، به دخترها و پسرهای جوونی فکر میکنم که این حلقه حفاظتی خودشون نمیتونن بر خودشون تهیه کنن. من خیلی چیزا رو به جون خریدم بابت این حلقه. من تا سالیان سال یک پیله دور خودم پیچیدم، تا زمانی که با خودم میگفتم باید تو با شرافتت پیش بری،
شخصیت خودتو بسازی، ثابت کنی، چون این آدم ها همکار ها تو رو نمیشناسن، حق دارن. اگه هزار جور فکر کنم، با خودم این فلسفه رو داشتم، حق دارن هزار جور فکر کنم، ولی من باید با رفتارم، با طرز کارم، با سخت کوشیم ثابت کنم که من کی هستم. یعنی رو فردیت خودم حساب کردم. به طور مثال من تا سالیان سال این همه کار کردم، سر صحنه ها می رفتم، کسی نتونست منو به اسم کوچیک صدا کنه. من همیشه خانم طباطبایی بودم تا سالیان سال. بعد سنم رفت بالاتر، تجربه‌ام بیشتر شد، بعد ازدواج کردم، یک حاشیه امنی از نگاه اجتماع درست کردم. بعد از اون تونستم یه ذره ریلکس تر باشم، تونستم سر صحنه احیانا بگم، بخندم. تا قبل از اون مثل بخت و نصب بودم، هر کی میخندید من رو میکردم اونور، یعنی اصلا یه جوک میگفتن همه هر 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 میخندیدم، من مثلا در حالی که من خیلی آدم شاد و طنزگو و اینا هست، ولی تو محیط کار سالهای اول، 10-15 سال اول، به شدت خودم رو سانسور کردم، اینجوری از خودم حفاظت کردم. در مواردی که فشار خیلی زیاد بود از هربه خودم رو بزنم به خنگه استفاده میکردم، مثلا اینگار خنگم نمیفهمم، اگر کسی میومد مثلا به هر حال با نوعی شروع تعرض کلامی و یا مثلا حرف هایی که چیزه، من مثلا با تکنیکی که مثلا بله لطف دارید خواهش میکنم اینا را میکشتم رفتم، که بعد مثلا در مورد من میگفتن این ضد مرده، این نمیدونم خنگه، این اصلا روابط اجتماعی نمیفهمه، هزار تا حرف میزنه. من اینجوری زندگیمو پیش بردم، من اینجوری کار کردم، رو خانه سینما حساب نکردم، رو انجمن بازیگران حساب نکردم، برای اینکه یک شخص منو ترسون. بعد میگن که انتقام جویی نباشه. انتقام جویی چی؟ چه انتقامی؟ بعد میگن یه پیرمرد مثلا 70 خورده ساله، ایشون همون کسی هستن که وقتی زهرا ابراهیمی معلوم شد بعد چند سال که کی فیلمشو پخش کرده، بنده خدا طرف مریض بود، سرطان داشت، ایشون همون شخصی هستن که کاریش نداشته باشین، گناه داره، مریضه. آیا مریض بودن و پیر بودن یک آزارگر دلیل موجهیه برای اینکه ندیده بگیریم کاری که کرده؟ من فکر نمی‌کنم دلیل موجهی باشه، هیچ جای دنیا هم دلیل موجهی نیست. دلمون می‌سوزه، اوکی دل سوزی تو، من متاسفم، من معذرت می‌خوام از همه دوستانی که بوتشون ویران شد، ولی ببخشید همینه که هست، همینه که هست. من موقعی که عکسای کن در اومد، به هر حال عالی جناب والا مقام، آی والا چقدر محترمه، چقدر با شخصیته، من فقط سعی کنم، دلم سوخت، دلم برای مردمی که دارن به به چه چه میکنن سوخت، گفتم نمیدونن، آره نمیدونن دیگه. تا اینکه استوری کاتالین ریاهی رو دیدم، فکرم اه من تنها نبودم، این همه سال من تنها نبودم، و این اتفاق برای آدمای دیگه افتاده، و احتمال میدم برای آدمای بیشتری هم افتاده باشه که الان حالا یا دارن کار میکنن یا درگیرن یا به هر حال ترجیح میدن سکوت کنن، همه به هر حال هر کی آرامش خودشو میخواد. ولی من سه شب نتونستم بخوابم، من آدم اینجوری هم، منم اینجوری هم، منم حرفمو میزنم، حالا خیلی ها بهشون بر میخوره، خیلی ها پشتشون رو به من خواهن که خب ببخشید دیگه همینه، من متاسفم که مطابق میل شما نیستم و حرف میزنم، چون واقعا اعتقاد ندارم به اینکه وقتی مسئله باز شد باید کامل باز بشه.